اما سمینه بیگ و نایله کیانی با سعود به این کف در یک روز تاریخ ساز شدند. جامعه ای که نگرش های خاصی برای زنان وجود دارد. رفتن بالای همچینین کوه توسط یک زن به آنجا شهکار دیگری است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من ردا بتول هستم در خدمت شما و شما در حال تماشای وایت نیوز پرشین هستید. عزیزان محترم، زنون پاکستانی روی کوه کیتو سرمایه که روح را منجبد می کنند و ارتفاع 8611 کیلومتر از سطح دریا، اینجا جایی است که حتی نفس هم بالا قامل نمی آد. اسم این کوه کیتو است. دومین قلعه مرتفع جهان این دو قلعه است که هنوز بدن بسیاری از شجاعان بر دامنشون پوشیده از برف نشسته است و هر بدن داستان جدیدی است. در چنین حالتی رسیدن یک زن پاکستانی به کیتو دست کمی از معجزه ندارد. عزیزان محترم، پیش از 22 ژانویه 2022 نام پاکستانی ها در لیست کسانی بود که به قلعه دومین کوه مرتفع جهان رسیدند، اما نامی از یک زن در آنها وجود نداشت. اما سمینه بیگ و نایله کیانی با صعود به این کوه در یک روز تاریخ ساز شدند. جامعه ای که نگرش های خاصی برای زنان وجود دارد. رفتن بالای همچینین کوه توسط یک زن به آنجا شهکار دیگری است. به گزارش پاشگاه الپاین پاکستان، سمینه بیگ حوالی ساعت 7:30 صبح جمعه به قلعه دومین کوه مرتفع جهان رسید، در حالی که نایله کیانی چند ساعت بعد به قلعه دومین کوه مرتفع جهان رسید. به گفته قرار هجری، دبیر پاشگاه الپاین، سمینه بیگ با تیم 6 نفر خود به این افتخار دستیافت و نایله کیانی به همراه همکارانش سرواز خان و سهیل سخی به صدر جدول کیتو رسیدند. می گویند وقتی کوه نوردی به بالای کوه می رسد، در واقع خودش را تسخیر می کنند. اما این زنون شجاع با انجام این شهکار کلبی همه پاکستانی ها را تسخیر کرده اند. والسلام علیکم و رحمت الله.